أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونتوب عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین و سل علی ائمت مسلمین و همات المستضعفین و هدات المؤمنین. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. خداوند علی علا را بر توفیق حضور در نماز جمعه شاکر و سپاسگزارم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه عزیزان، خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. شکران ویژه دارم و سپاس ویژه دارم که توفیق زیارت اعتاب عالیات نصیبم شد در هر زیارتگاهی و در هر مسجعی و مشهدی ضمن زیارت نائب و زیاره همه شما عزیزان مؤمنان و مؤمنات بوده ام. انشاءالله که همه عزیزان توفیق زیارات و تشرفات نصیبشان بگردد. خطبه اول بحث اخلاقی را طبق سنت که داشته ایم با عنوان تکبر که یکی از رذایل اخلاقی است آغاز میکنیم. در خطبه دوم هم در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم، مطالب را در ارتباط با این موضوع که لازم است عرض میکنیم، اگرچه از صحبت های عالم بزرگوار جناب آقای مصباح استفاده بردیم، موضوعات اجتماعی، مسائل مربوط به کشورمان و زندگیمان از موضوعات است که به اونها هم در خطبه دوم خواهیم پرداخت. اما بحث خطبه اول، ما انسان ها همون گونه که باید برای سلامت جسممان لحظه به لحظه توجه داشته باشیم تا بتوانیم زندگی کنیم، کار کنیم، فعالیت کنیم، برای سلامت روحمان، اعتقادمان و باورمان هم باید برنامه داشته باشیم، و الا صفات رذیله ما انسانها را از مسیر حرکت تکاملی و رسیدن به سعادت باز می‌دارد. یکی از بدترین صفات اگر دقت کنیم مسئله خود برتربینی است، مسئله ای که آدم خودش را نسبت به دیگران بالاتر بداند و برای خودش و نفسش امتیاز قائل باشد. حالا اینکه این آدم در عالم معنا عند الله بالاتر است یا نیست، یک بحث دیگری است.
در بحث برتربینی دو موضوع است. یکی این که انسان گاهی گرفتار عجب میشه، گاهی نه گرفتار تکبر میشه. عجب آن است که انسان کار را انجام میده، عمل را انجام میده، برنامه هایی داره، خودش در خفا و در خلوت خودش به خودش خیلی احترام قائله. بحث دیگران نیست، بحث مردم نیست، این کار بدیه. انسان اگر گرفتار عجب بشود، اما تکبر آن است که خودش را نسبت به دیگران بالا میداند. البته خیلی از انسان ها، شاید همه انسان ها، نوع خلاصه تکبر در وجودشان باشه. اونه که خیلی نهی شده و جدی است اینه که ما اظهار نکنیم، عکس العمل من طوری نباشه که خودمان از دیگرها بالاتر بدانیم. این خیلی آفت است، خیلی مشکل است، هم مشکل خانوادگی است، هم مشکل اجتماعی است. مشکلات زیاد را حالا عرض میکنم، به پی داره که آدم خودش را از دیگرها بالاتر بداند و اظهار بکند. بر همین اساس این بحث را با استفاده از آیات و روایات، با محورهایی را که در فضای نماز جمعه قابل مطرح کردن و یاد کردن هست، آغاز میکنیم. در کلمات منسوب به آقا رسول الله هست، حضرت فرمودن این اعظم الکبر، بزرگترین تکبر کدام است؟ این است که مردم را پست بشماریم، دیگران را از خودمون کم بدانیم و نسبت به حق به اعتنا باشیم. یه حقی، یک جایگاهی، یک وظیفه‌ای در قبال ما هست، در مقابل حق تسلیم نمیشیم، کرنش نمیکنیم، پاس نمیداریم. حضرت فرمود بزرگترین تکبر امین است. ما در لحظاتی که با جامعه رابطه داریم، هم وظایف اخلاقی داریم و هم وظایف اجتماعی داریم. اگر از حق حمایت نکنیم، دفاع نکنیم، آرام آرام حق در جامعه نابود میشه، مثل سلامتی خودمون میمانه، مثل زندگی شخصیمون میمانه. اگر ما روزانه برای پیشرفت و مدیریت زندگیمان کار نکنیم، این زندگی، این خانه از هم میپاشه. وجود نازنین رسول الله فرمودن این دوتا بالاترین علامت تکبر است. اصل تکبر همین است، بزرگترین کبر همین است که انسان دیگرها را کوچک بشمارد، در سلام کردن، در حق دادن، در رعایت حقوق دیگران، حالا خانواده است، اقوام است، ارهام است، بیگانه است، همسایه است، مهم نیست. امیرالمومنین فرمودن از تکبر بپرهیزین، احذر الکبر. همطوری که از شیطان باید پرهیز بکنیم، از شراب باید دوری بکنیم، از نگاهی به نامحرم باید دوری بکنیم، حضرت فرمودن از تکبر بپرهیزین. فانه رأس الطغیان. در مسائل عبادی هم داریم، خلاصه بعضی چیزها رأسه. در مسائل اخلاقی، در رذایل اخلاقی، وجود نازنین امیر بیان می‌فرماید تکبر رأس همه طغیانگری هاست. ان الانسان لیطغى. انسان گاهی طغیان میکنه. سر و رأس و نقطه اوج این طغیان تکبر است، که دیگران را کوچک بشماریم و خودمان را بالاتر از دیگران بشماریم و در مقابل حق تسلیم نباشیم، با همون معنایی که عرض شد. حالا روایات زیاد است، نکات در این موضوع زیاد است. بس اینجاست که از کجا آدم گرفتار این صفت خبیثه میشه؟ چطوری میشه آدم خودش نسبت به دیگران بالا بدانه؟ همه ما نیاز داریم. خب فضای نماز جمعه الحمدلله برکتش اینه که
همه از این موضوعات استفاده میکنن، بهره میبرن. این بحث دنبال میکنیم که ریشه این برتری خواهی و برتری بینی و شگفتی نسبت به خودش از کجا آغاز میشه. نگاه کنیم اینا اگر در زندگی ما هست نابودش کنیم. و ما میخواییم خودمون رو درمان بکنیم، میریم پلو دکتر میگیم آقا چک بکن، آزمایش بکن، ببین ریشه ای این مرض ما کجاست، تا او رو من بتانم بخشکانم، دارو بگیرم، خلاصه درمان بکنم. ریشه این تکبر از کجا شروع میشه؟ دانشمندان، روانشناسا، حالا دیگه فضای نمازجو رو ایجاب نمیکنه من اینا رو بگم، همه اینها گفتن که تکبر، خود برتربینی در واقع دروی یک سکه کمبینی است. یعنی گاهی انسان خودش بالاتر میبینه، این نتیجه این است که در خودش یک کمی احساس میکنه، یک حقارت احساس میکنه. خودکمبینی نتیجهش میشود خود برتربینی. بعض وقتا افراد در زندگی تحقیر میشن، به ایشون احترام قائل نمیشیم، فرزندمان، همسرمان، اقواممان، افرادی که با ما ارتباط دارن، اینها را در برخوردها تحقیر میکنیم. اینا در خودشان احساس یک خلع میکنن، احساس یک حقارت میکنن، احساس یک کمبودی میکنن. شما یک کسی را همیشه تحقیر کنین، یک وقتی که به جایی رسید به عبارت دیگر احساس آزادی کرد، اون کمبینی ها باعث می شود خودش از دیگر ها بالاتر بداند. پس ریشه این خودبرتری و تکبر این است که طرف گرفتار حقارت شده، گرفتار خلاصه یک چالش شده، احساس عمیق و باطنی در وجودش پیدا شده، حالا می خواهد اون کمبودها را جبران بکنه. به همین دلیل است که تفاوت است بین اینه که انسان عجب داشته باشه که عرض کردم یک امر درونی است، و بین اینه که گرفتار تکبر شود. عوامل زیادی این حالت که در وجود انسان ها پیدا می شود می تواند داشته باشد. ما برای که گرفتار این وضعیت نشویم، خودمان، فرزندانمان، جامعهمان از کجاها باید شروع بکنیم؟ زندگی که ما را به سعادت برساند، دنیای خوبی داشته باشیم و آرامش واقعی داشته باشیم، برنامه ریزی دارد. شما میدانین شیطان در مقابل حضرت آدم علی نبینا و علیه الصلاه و السلام گرفتار تکبر شد. اگر بخواهیم این مسیر را درست بپیماییم، باید عوامل و دلایل تکبر و خود برتربینی و شگفتی را پیدا بکنیم. اولین عاملش در روایات در متون اخلاقی گفتن عوامل ژنتیکی داره. خب میخواییم ازدواج بکنیم، بالاخره نتیجه ازدواج ادامه نسل است، فرزند است، اولاد است، بزرگترین سرمایه انسان. ما هیچ سرمایه من با سرمایه اولاد قابل مقایسه نیست. سلامتی ما، ثروت ما، عمر ما، همه اینا امکانات است، اما اولاد که نمیشه. لذا در دین راههایی را برای سلامت از تکبر در همین مسیر قرار دادن. فرمودن که وقتی میخواین ازدواج بکنین، از انسانهای اصیل خواستگاری کنین، رابطه برقرار بکنین. فرق نمیکنه دختر میخواد شوهر بکنه، پسر میخواد زن بگیره، حالا تعبیر روایت مخاطبش مرد، تخیروا لنطفکم فان العرق دساس. وجود نازنین پیامبرم فرمودن، امام صادق هم فرمودن، فرمودن که با خاندان صالح، با شخصیت ها و افراد با شخصیت و ارزشمند و درست وصلت کنین. چرا؟ چون عرق یعنی همون ژن بسیار مخفی و حساس است. یک کسی که خب پدرش، مادرش،
محیط خانوادهش گرفتار این مرضه. ببینیم یک نوع مرضه دیگه، مرض کشنده، گرفتار تکبره. محیط خانهشان محیط خود برتربینی است. طبعا این خصلت بالاخره همراه این آدم مخفی است، یه جاهای خودش نشان میده. تواضع در مقابل او یک صفت بسیار برازنده است. پس اولین راه کنترلش، عاملش اگر بخوایم شناسایی بکنیم و از او دوری بکنیم، در روابط خانوادگی من باید دقت بکنیم که با کی میخوایم زندگی مشترک من آغاز بکنیم و این سرمایه هامون اونجا سرمایه گذاری بکنیم. مسئله دوم یک مسئله اختیاری است. حالا یک کسی رفت و همسر خوب، خانواده نجیب هم پیدا کرد، امطوری نیست که همسر اگر نجیب و نجیبه بود قضایا دیگه حل شده باشه. لحظه به لحظه باید دقت صورت بگیره. مثل یک ساختمان میمونه که اگر یک لحظه معمار و خلاصه مهندس غفلت بکنه کج میشه. مثل یک غذای حساس میمونه که اگر آشپز دقت نکنه خراب میشه. مثل صحبتی که من الان دارم با شما مطرح میکنم، یک لحظه غفلت بکنم رشته سخن میره طرف دیگر. بعد از ازدواج یکی از چیزایی که این عامل باید شناسایی کنیم، دقت بکنیم، برخوردمان با همسرمان، با فرزندانمان باید تحقیرآمیز نباشه. با مردم باید با تحقیر و با ذلت برخورد نکنیم. وجود نازنین معصوم علیه السلام میفرماید هیچ مرد تکبر یا گردن فرازی نکرد مگر به سبب احساس خاری و حقارتی که در خود داشت. ما اگر کسی را تأخیر کردیم او بعدها تبدیل میشه به تکبر. اما پسری را که دوست داریم، او دختری را که سرمایه زندگی من هست، او شاگردی را که با ما کار میکنه و همسایه، اون همکار، اگر او را تأخیر کردیم، متاسفانه خیلی در جامعه ما به این چیزا بها داده نمیشه. گاهی به مردم، به جامعه، به توده های خلاصه مردم بی‌اعتنایی میشه، تحقیر میشه. ما باید گفتار منو کنترل کنیم. ایجاد رابطه باید محترمانه باشد. هر کس گرفتار تکبر میشه ریشش خاری و حقارت است که به او تزریق شده. به همین دلیل است که میفرمایند فرزند عزیز است، تربیتش عزیزتر. تربیت اساس زندگی است. یکی از چیزهایی که بازم لازم است و دقت باید بشود محیطه، محیط خانه، محیط آموزش، محیط یادگیری، همین مجالس. اگر محیط ناسازگار باشه، ناهماهنگ باشه، ما بین فرزندانمان تبعیض قائل شویم. پدر و مادر، استاد، حتی مسئولین ادارات، حکام، اگر ناعادلانه برخورد کنن، با عده‌ای به تحقیر و با عده‌ای با تکریم و چاپلوسی برخورد کنن، اینها تبدیل می شود به یک جریان که جامعه آسیب می بینه. به همین دلیل است گفتن الافراط فی الملامه یشیب نار اللجاجه. ملامت و سرزنیش بیش از حد، هی تأخیر کردن، هی ملامت کردن، هی سختگیری کردن، اینا تبدیل می شود به آتش لجاجت. ما شاهدش هستیم. بعضی از سختگیری ها تبدیل می شود به موج در واقع درگیری، موج نابسامانی. همه اینها مهم است. اگر بخواهم با تفصیل اینا را صحبت بکنم خطبه طولانی می شود. یکی از چیزهایی که باید دقت کنیم سوی استفاده در دوران کودکی است. متاسفانه در خیلی از جاهای دنیا از اطفال سوی استفاده میشه. امکان باز کردن مسئله در حدی که خلاصه ضرورت است در نماز جمعه نیست. متاسفانه خیلی جاها محیطای
آموزشی، حتی در کلیساها، حتی در مساجد، حتی در مدارس، گاهی کودکان مورد بهره‌کشی ها و سوء استفاده ها قرار می گیره. این اوج بی‌رحمی است. اینا تبدیل میشه به بحران های زندگی اجتماعی. مسئله دیگر که خیلی گرفتار مسائل فرهنگی است. این فیلم هایی که نگاه میکنیم، این فضای مجازی که در اختیارمان هست، این سریال ها، این تصاویری که دسترسی داریم، اینها شخصیت انسان را عوض میکنه. چهره ها و در واقع نمادهایی را برای ما معرفی میکنه که نتیجهش میشود تکبر و خودبرتربینی. متوجه این قضایا باشیم. یکی از عواملش مسئله علم و دانش است. درسته؟ علم خیلی مهم است. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء و قل رب زدنی علما. اما اگر ما گرفتار تکبر شویم، خود این علم یک آسیب است. در کنار علم باید تواضع داشته باشیم. علم بی تقوا تبدیل می شود به آلت تکبر، به وسیله خود برتربینی. اونی که متخلق است خودش از دیگرها برتر نمی داند. مسئله دیگر مسئله مال است، مسئله ثروت است. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا بجانبه. وقتی به انسان نعمت بخشیدیم روی برمیگرداند، ارتباطش با دیگرها قطع میشه، کم میشه، پهلو میگردانه دیگه، مثل قدیم با مردم رفت آمد نداره، احوال پرسی نداره، منتظر از دیگری به او سلام بکنه. متوجه باشیم این ثروت ماندنی نیست، لحظه ایست. انسان‌های باهوش، انسان‌های با مدیریت همه اینها را کنترل میکنه. عرض کردم عوامل زیاد دارم، اینهایی که به قدرت سیاسی میرسن، رهبرن، مسئول یک دستگاه و یک اداره هن، قدرت سیاسی و اجرایی دارن، اینها خیلی باید متوجه باشن. یکی از عوامل تکبر قدرته. اگر غفلت بکند تبدیل می شود به یک بحران اجتماعی. به همین دلیل است که سردار سخن امیر بیان فرمودن از سکر و اربع سکرات، مستی ها چهار تاست. اما طوری که شراب مستی میاره، مالم مستی میاره، خوابم مستی میاره. بعض وقتا خب افراد که خواب است، هرچی آدم تلاش میکنه حریفشان نمیشه، باید خیلی مقاومت بکنی. یکی از چیزهایی که مستی میارم ثروت است، قدرت است. حکام باید بدانن، تجار باید بدانن، هر که در جامعه یک جایگاهی داره متوجه باید باشه، عالم، استاد، این مستی ها ما را تبدیل به یک درنده نکنه، خودمان از دیگرها بالاتر بدانیم و بهتر از دیگرها فکر بکنیم. موفق کسی است که خودش را بالاتر نمیداند. چه زیبا در دعاها به ما یاد دادن. جمله بسیار جالبی از زین العابدین سید الساجدین علیه افضل صلوات المسلین به ذهنم آمد. حضرت میفرماید خدایا اگر به من عنایت کردی، مقامی در پیشگاه خودت نصیبم کردی، در جامعه مرا آبرومند کردی، به همون اندازه‌ای که در جامعه به من آبرو دادی، به همون اندازه در نفسم به من ذلت بده. اگر جامعه احترام میکنه، در نفست یک حس خلاصه کوتاهی و کمبود و در واقع تقصیری را باید داشته باشی تا ما را میزان بکنه. نمیشه. اینا حقیقت های زندگی است، اینا واقعیت های زندگی است. خیلی عوامل داره. میترسم خطبه طولانی بشه. چرا؟ چاره ای نیست چون اینا رو بررسی نکنیم. یکی از چیزهایی که عامل
تکبر عامل برتربینی است، مسئله قوم نجات جغرافیا است. آقا من مال این کشورم، چه فرق میکنه؟ من از این قومم، من از این فامیلم. این حرکت یهوده. قرآن چی میگه؟ و قالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. سوره مبارکه مائده. یهود و نصارا گفتن ما فرزندان خدا هستیم، ما دوستان خدا هستیم. من از این قومم باشی. پیغمبر فرمود که بهشت مال کسی است که خدا را طاعت میکنه، بندگی میکنه، ولو غلام سیاپوست باشه. جهنم مال کسیه که خدا را معصیت میکنه، ولو سید قرشی باشه. شما ببینین امروز جامعه ما چقدر گرفتاره. در همین چند جمعه که توفیق زیارت داشتم، خب خطبه های نماز جمعه را اینجا را بالاخره در جریان بودم، خیلی از خطابه ها را میشنیدم. چقدر جامعه ما گرفتاره؟ جامعه اسلامی، مسائل نژاد، مسائل جغرافیا، مسائل خون هنوز در بین ما مطرح است. این مائده الهی، این مأدبه آسمانی، قرآن به ما زندگی را یاد میده. اینا زندگی های قرآنی نیست. علا کل حال عوامل زیادی داره و فرصت ایجاب نمیکنم به اینها به اصطلاح بپردازم، فقط در حد ضرورت عرض میکنم چی نشانه هایی داره. از کجا بدانم یک آدم متکبره یا نیست؟ خب همطوری که مریض میشه شناخت، همطوری که میشه فقیر شناخت، متکبرم راحت میشه شناخت. گاهی انسان‌های متکبر زود خودشان نشان میدن، نسبت به دیگران درباره خودشان اهل غلو هستن. تا بس مطرح میشه ما این کارا بودیم، این کارا ما کردیم، کردار خودش بالا میشماره، مال دیگران را مطرح نمیکنه. انسان‌های متواضع دیگران را جلو میندازه، تشکر میکنه. شیطان وقتی مأمور شد به سجده، ببینین خب این شیطانه که 63 آیه قرآن فقط موضوع معرفی شیطان به عهده داره و میفرماید ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو، و شیطان دشمن شما است، این دشمنتان دشمن بگیرین، نکنه دوست بگیرین. وقتی بهش گفته شد ما منعک الا تسجد اذ امرتك، قال انا خیر من، گفت که من از آدم بالاترم، خلقتنی من نار و خلقته من طین. بعضی آدم ها کردار خودشه، عمل کرده خودشه از دیگر ها بالاتر میدونه. آقا هر چی کردیم این روحیه رو باید نداشته باشیم. حس طلبکاری از دیگر ها. من این کار را کردم، خدا رحمت کنه، شخصیت های ما داشتیم که خیلی کار کردن اما به زبان نیاوردن، یادشان هم نبود، کار خیر انجام دادن و فراموش کردن. بعضی ها انتظار داره همه ازشان تشکر بکنه. چرا تشکر بکنه؟ میگه ما منشه خیریم. در قلب انسان، در ذهن انسان این مسائل را پیدا بکنه، این علامت تکبره. درسته ما وظیفه داریم از اولیای نعمتمان، از خداممان، از خلاصه افرادی که به ما محبت و مهربانی کردن تشکر بکنیم، اما خودش دنبال این مسائل نباید باشه. اگر این احساس داشته باشه علامت تکبره. مغرورانه حرکت میکنه، متکبرانه حرکت میکنه، جلوه هاش ویژه است، مجلسش، رفتنش، آمدنش، برخوردش با دیگرا فرق میکنه. اینا علامت های تکبر است. فرصتمون تمام شد. حالا اگر کسی گرفتار تکبر شد چی میشه؟ اینا را در جامعه نگاهی بکنین، با چشم دل آثار داره. یکی از آثارش اینه که جهنمی میشه. ما دنبال اینیم که اهل نجات باشیم. ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها
فبئس مثوى المتکبرین، از درهای جهنم ذلیلانه داخل بشین. جهنم بد جاییست برای متکبران. یکی از چیزایی که آدم جهنمی میکنه تکبر خودش از دیگرها بالاتر بدانه. شنیدین خداوند به حضرت کلیم علی نبینا و علیه السلام فرمود حالا که میایی یک چیزی یک کسی رو بیار که از خودت پایین تر باشه. آدم هیچی حتی او حیوان نبرد. دو، خاری. انسانی که دنبال تکبر باشه خودش خار میشه، ذلیل میشه. فهبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها فخرج انک من الصاغرین. به شیطان گفته شد برو بیرون، تو خیلی کوچیکی، تو خودت بالاتر از آدم میدانستی اما تو بیرون شدی. اگر بخوایم بزرگ باشیم، چقدر زیبا عبارات ائمه معصومینه. حضرت امیر علیه السلام میفرماید اگر میخوای آقای دژ داشته باشه، به تعبیر دیگر آسیب نبینه، بعضی جاها تانگ دیدین ضد گلوله زره، خب گلوله ای هم به او بزنن اصابت بکنه بازم اثر نداره. حضرت فرمود اگر میخوای آقایید آسیب نبینه وفادار باش، اگر میخوای آقایید آسیب نبینه متواضع باش. انسانهای متکبر دچار نقصان عقلن. خیلی دقت کنین، حضرت باقر علیه السلام فرمود ما دخل قلب امرئ شیء من الکبر الا نقص من عقله. همچی که تکبر و خود برتربینی وارد وجود و فکر و قلب انسان شد، عقل اونجا را رها میکنه. انسانهای متواضع عقلن. از همه بدتر گرفتار نفرت می شود از ناحیه مردم. عموما مردم با انسانهای متکبر خلاصه بدبینن، از اونا متنفرن. راههایی هم داره برای مبارزه که وقت ایجاب نمی کنه. یکی از راهاش اینه که بیایم الگو بگیریم. خب به همین دلیل است که سفارش شده خلاصه با خوبان رفت آمد داشته باشیم. بیایم الگوگیری بکنیم، انسان‌های متواضع را بشناسیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. یکی از چیزهایی که میتواند الگو بشه ساده زندگی کردنه. پیغمبر الگوی جالب بود، خودش کفشش وصله میزد، لباسهاش خودش میدوخت. حالا ما زندگی را از کی یاد بگیریم؟ بعضی وقتا گرفتار جو میشیم، میگیم آقا بالاخره فلانی اینطوری زندگی میکنه. خیلی وقتا رسوم فامیلی و معلمان برگرفته از دیگران است، این زندگی ما را خراب میکنه. در محیط خانه مهربان باشیم. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود یا علی من لم یعنف من خدمت العیال دخل الجنت بغیر حساب. هر کس از خدمت به همسرش تکبر نورزد بدون حساب به بهشت می رود. خیلی مشکله امروز، یک بخشی از مشکلات اجتماعی ما همی مسائله. روایت داریم هیچ کس در سلام کردن از پیغمبر نتونست پیشی بگیره. گاهی طرف شاید جایگاهی هم داره دنبال اینه که دیگرها با او سلام بکنن. طولانی شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین
و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح ائمه المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. نکات را در خطبه دوم لازم میدانم مطرح بکنم. البته نماز جمعه در کل یک نماز اجتماعی است، یک عبادت در واقع ویژه است. در ضمن عبادت مسائل زندگی، خلاصه روابط بزرگ جامعه انسانی و اسلامی را تبیین میکنه. جایگاه ها و سنگرهای مهم باید با چشمانداز بزرگ و برنامه کلان رصد بکنه و در واقع شناسایی و حمایت بکنه. یکی از چیزایی که به ذهنم آمد و لازمم میدانم مسئله مساجده. خب الحمدلله از دیر زمان جامعه ما، کشور ما، الحمدلله یک کشوری است که مردم ما اهل مسجدن، به حمد الله و المنه، و مسجدم خیلی مهمه. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. مسجد کسی آباد میکنه که ایمان با خدا داشته باشه. کسی که مسجد به اندازه یه خانه گنجشک آباد بکنه، خداوند در به شهر براش آباد میکنه. یک مسئله ساختن مساجده که یک بخش کوچیکی کاره، یک بخش دیگه بخش استفاده از مساجده. متاسفانه ما در بخش استفاده از مسجد یه مقدار متدمان ضعیفه و این باید مثل خیلی از چیزهای دیگه تقویت بکنیم، مخصوصا در بخش بهداشت، نظافت. حالا بحث ساختمان که خیلی توجه میشه، خوبه، امکانات مسجد باید آماده باشه. بعض وقتا میبینیم مسجد همه امکانات داره اما بهداشت نداره، نظافت نداره. ماه رمضان آغاز میشه انشالله، هفته پیشی رو، خلاصه ما انشالله وارد این ضیافت الهی میشیم که صحبت میکنیم. من دو سه تا تذکر برای همه اعزه و دوستان میدونم. نماز جمعه الحمدلله از نقاط مختلف شهر تشریف میارن. بعد نگین آقا چرا همسایه این کار نمیکنه، امام جماعت این کار نمیکنه. ما باید خودمان پیش قدم باشیم. فسته به قل خیرات. چهار نفر وقتی وارد شدن به مسجد گفتن آقا بیایم مسجد غبارگیری بکنیم، تمیز بکنیم. بعض وقتا فرشا نیازی به نظافت داره، خود مسجد نیازی به گردگیری داره. بعض جا آدم میره کنار دیوار مسجد، ما که امامه من سیاه است، فورا گرد نشان میده تا به یه جایی میرسه بینیم کل گرد امرای لباس آدم آمد. چرا اینطوری باشیم؟ اینا مال خود ماست. پیغمبر بزرگوار اسلام فرمودن کسی که مسجد چراغ را آماده بکنه، حالا عبارت بخوانم، من اسرج فی مسجد من مساجد الله سراجا، یه لامپی، یک چراغ داخل مسجد بگذاره، لم تزل الملائکه و حملت العرش یستغفرون له. آقا ما که عقیده داریم الحمدلله، ملائکه ها اونایی که عرش خدا را بروبر میبرن، اینا برای این آقا استغفار میکنن. تا کی؟ مادام فی ذلک المسجد ضوءه من السراج، تا زمانی که این چراغ، این لامپ که آقا گذاشته اونجا کار میکنه. پس تنها عبادت ما باعث آمرزش ما نمیشه، یک سری خدمات مسجد هم باعث آمرزش ما میشه. خیلی بده ما داخل مسجد چیزایی که مسجد آلوده میکنه بگذاریم. دیگه من متن خلاصه عبارات لازم نمیدانم بخوانم. اگر وقت شرایط پیش میاد که ما مسجد باید احترامش حفظ بکنیم، باید بریم از مسجد بیرون، فضای مسجد باید معطر و دلبر نگه داریم. گاهی بحث نظافت مسجد جدی نمیگیریم. پیغمبر فرمودن کسی که از مسجد ذره ای از غبار، گرد را از مسجد بیرون بکند، مثل آن است که بنده ای را و اسیری را آزاد کرده باشد. خب در خیلی از
شهرها کشورها سنت هست، ماه رمضان که میشه، البته بقیه ایام هم اینطوریه، مخصوصا به خاطر ماه رمضان میرن مسجد غبار روبی میکنن، گردگیری میکنن، نظافت میکنن، و از اون طرف خیلی اسلام حساسه که محیط مسجد، محیط راه‌ها، اطراف مسجدها را آلوده بکنیم. من بعضی وقتا صحنه‌هایی را میبینم و اینجا لازم میدونم خلاصه دوستا به دیگرام نقل بکنن، گاهی داخل سرک‌ها زیر درخت‌ها میبینیم ما مسلمانیم، افراد نشسته داره آلوده میکنه. این واقعا زشته، آخه در شأن جامعه اسلامی نیست. کجای دنیا یک انسان در معبر عمومی حل مشکل میکنه؟ برادران ما مسلمانیم، اسلام ما، پیغمبر ما با اینها مخالف است. از انداختن خلط سینه در اطراف مسجد در راه ها نهی شدیم، چه رسد از چیزهای دیگه. امام کاظم علیه السلام فرمود از قضای حاجت در کنار نهرها، بیابانها، زیر درختان، آستانه مساجد، میان راهها. بعضی وقتا آدم واقعا منفجر میشه این صحنه ها رو میبینه. آی بزرگان، آی علما، آی خطبا، اینا رو به مردم بگین، اینا رو کشورهای دیگه نمیای برای ما درست بکنه. خب یه همه مسجد داریم، چرا این مسائل رعایت نمیکنیم؟ نکته بعدی، ماه مبارک رمضان در پیش است، طولانی میشه عرایزم، ماه ویژه است. خطبه شبانیه ای را که عزیزمان اشاره کردن انشالله بخوانیم. من نکته ای را درباره ماه رمضان عرض بکنم. ماه رمضان یک ماه نیست، اثرش در سال، اثرش در عمر ما میمانه. یک فرصت است، زوایای بزرگ را در ماه رمضان ما باید دنبال بکنیم. در دعاهای ماه رمضان داریم خدایا ما را از آتش جهنم آزاد بکن. این نتیجه استفاده از این ماه است. درس بندگی، رسم بندگی باید در این ماه نصیبمان شود. به همین دلیل است که گفتن هر چیزی بهاری دارد، بهار قرآن ماه مبارک رمضان است. مسئله ای را که اینجا لازم می‌دانم مطرح بکنم درباره ماه رمضان، امروزه که امکاناتم زیاد شده، می‌دونید تکنولوژی پیشرفته، نسبت به دهه‌های قبل از هر جهت امکانات بیشتره، قدرت خلاصه ارتباط بالا رفته، اما متاسفانه هم در مسائل مادی و هم در مسائل معنوی یک بی‌برکتی حس میشه. عذرخواهی میکنم که اینطوری تعبیر میکنم، عمرها بی‌برکت شده. بی‌برکت یعنی آقا 50 سال عمر میکنه، 60 سال عمر میکنه، روحانی، فرهنگی، تاجر، سیاست مداره، بالاخره نتیجه این سیاست باید آبادی کشور باشه. ما میبینیم برکت نیست. ماه رمضان یکی از درساش اینه که ما بیاییم از عمرمان خوب استفاده بکنیم، نه اینه که فقط در ماه رمضان. ماه رمضان ما را تربیت میکنه، ما را میسازه، به ما نظم یاد میده. اینطوری نباشه که فقط سحرهای ماه رمضان بیدار باشیم. درست سحر ماه رمضان بیدار باشیم، برای که در طول سال در عمرمان اهل سحر بشیم. غیبت نکنیم برای که در عمرمان. مسائل مختلف باید در ماه رمضان دنبال بکنیم. یکی از مهمترین مباحث اهمیت به فرصت هاست. ماه رمضان فرصتی ویژه است. خداوند به بعضی چیزا و بعضی از فرصت ها خیلی ویژه نگاه کرده. حالا اینا رو عرض میکنم. یکی از راه های استفاده خوب از ماه رمضان اهمیت به فرصت هاست. ببینین نمازگزاران عزیز، خداوند در قرآن میفرماید والعصر، قسم به زمان. حالا بیشتر دنبال این میگردن که آقا مراد از این عصر کدام عصره. حالا او باشه، یه بحث تفسیری است، اما یه دقت بکن که
خدا به زمان قسم میخوره. یعنی اگر میخوای زرنگ باشی زمانت کنترل بکن. زمان باید دقیقا شناسایی شود و از او استفاده شود. با گذشت فرصت دیگه عمر بر نمیگرده. عمر مثل بعضی از چیزایی نیست که تولید میشه. رفت رفت. ثانیه هاش باید مورد توجه باشه. دقیقه ها، روز ها، هفته ها، سال ها، همش باید مورد توجه باشه. به همین دلیل است ببینین خداوند با ما فرمول یاد میده. میفرماید و لیل اذا ادبر، قسم به شب، و صبح اذا اسفر، قسم به صبح. یعنی این فرصت ها را غنیمت بشمار. چیکار بکن؟ واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه بدون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. هر لحظه به یاد خدا باش. حالا اگر ما عمرمون توجه نکنیم، دقت نکنیم، استفاده نکنیم، ماه رمضان هم بیای بره تغییر. من به بعضی جاها عرض میکنم، به بعضی از خلاصه افرادی که با اونا ارتباط دارم میگم آقا هر دانشگاه هر حوزه بخوانی باید یاد بگیری که چطوری ساعات زندگی ما تنظیم بکنیم، و الا درس خواندن مهم نیست. ممکنه یک آقای داخل خانهش از ما منظمتر زندگی بکنه. لحظه لحظه ای عمرش برنامه داره. یکی از این فرصتها فرصت جوانیه. حالا به همین مناسبت خیلی کوتاه عرض میکنم این فرصت تکرار شدنی نیست. از جهات مختلف توانایی ها بالاست، سلامتی داره، خلاصه ویژگی های خاص داره. اگر ما از جوانیمان استفاده نکنیم ضرر میکنیم. چگونه میتوانیم از فرصت ها استفاده بکنیم؟ اولین نکتهش اینه که متوجه باشیم فرصت میره. رفقای عزیز، نمازگزاران، به این نکته توجه داشته باشیم. الفرصت و تمر رو مر آب مثل ابر میره، دیگه او ابر بر نمیگرده. امیر بیان فرمودن زود سرعت فوت داره، دیر بر میگرده. از فرصت ها باید استفاده بکنیم. حالا که میتونیم دعا بخوانیم، حالا که میتونیم قرآن بخوانیم، حالا که میتونیم صله رحم بکنیم، خوش اخلاق باشیم، دیون ما را ادا بکنیم، یاد بگیریم، حفظ بکنیم. آقا نگو حالا استراحت، بعدن زمانت مشخص بکن. با حرف کسی هم فایده نداره، باید یک عامل از درون بجوشه. فرصت شناسی خودش یکی از عوامل موفقیت است. متوجه این نکته باشیم که فرصت چیست. سخن امیر بیان است، فرمود عمر تو همان لحظه است که در آن قرار داری. گذشته گذشته، آینده هم معلوم نیست که میایه من و تو هستیم یا نه. باید متوجه باشیم. فرصت شناسی عامل موفقیت است. برنامه ریزی، باور کنین بدون برنامه گرفتار میشیم. روایت داریم حضرت فرمود کسی که کارهای بی حساب و گوناگون انجام میده، هر لحظه یک کاری انجام میده، حضرت فرمود که به نتیجه نمیرسه. میخوای موفق باشی در علم، در تجارت، در عبادت، در روابط باید منظم باشی. باید این اصول اخلاقی را توجه کنیم، شناسایی کنیم، از اینا استفاده بکنیم. خیلی مطالب نیاز هست و باید گفته بشه. ما باید خودمون به نظم عادت بدیم. چطوری؟ خلاصه به بعضی چیزا افراد عادت میکنن. آقا سحرخیزی یک عادته، ورزش یک عادته، راست گفتن. ما باید به نظم پذیری خودمون عادت بدیم. اگر
و نظم خود عادت ندیم، کسی دیگری ما رو نمیتونه منظم بکنه. قرآن چقدر عبارت داره، گاهی حد میگه، گاهی صف میگه، گاهی حساب میگه، گاهی تقدیر میگه، گاهی مقدار میگه، میزان میگه، عدل میگه، همه اینا به خاطر اینه که ما نظم پذیر بشیم. خیلی وقتا میگیم الله این کار امروز انجام نمیدیم، بعدن بعدن. آقا به تأخیر انداختن خودش یک آسیب است. امام باقر علیه السلام فرمودن من هم بشیء من الخیر فلیعجله، اگر کار خیر میخوای انجام بدی زود انجام بدی، فان کل شیء فیه تأخیر فان للشیطان فیه نظره، اگر تأخیر انداختی شیطان دنبال این است که او کار را که دنبالش هستی موفق نشوی. خب او دشمن ماست، کارا را اگر تأخیر انداختی موفق نخواهیم بود. نکته دیگری را هم عرض بکنم و دیگه طولانی نشه. مسائل جاری و اجتماعی کشور من فراوان است. یک بحث را از بین همه اخبار و مباحثی که در افغانستان مطرح است و در واقع جریان داره انتخاب کردیم. میدانین هیئت سفر هیئت تجاری از افغانستان به ریاست وزیر تجارت امارت اسلامی به کشور همسایه و دوست ترکمنستان رفت که این موضوع را بالاخره به عنوان یکی از مباحث روز برای آگاهی دهی و در واقع انتقال اون باور و رای حل هایی که دنبالش هستیم مطرح میکنیم. در این هیئت که به عنوان هیئت در واقع رایزن و همفکر به او کشور رفتن 15 زن حضور داشت، 15 زن تجارت پیشه، یعنی وزیر تجارت امارت اسلامی در ترکیب هیئت همراهشان 15 زن تجارت پیشه را همراه خودش برد. خب موقعیت اقتصادی افغانستان در اتصال کشورهای آسیای میانه با جنوب آسیا خلاصه نقش ویژه داره. اونی که مهم است این است که چطور شد خلاصه در این سفر تعداد زن همراه خودشان بردن. خب معلومه زعیم امارت اسلامی حتما اشاره ای داشته و اجازه ای داشته و همینطور خلاصه مسئولین دستندرکاران خلاصه مبادلات تجاری آمدن گفتن خوب است خلاصه این امکانات که افغانستان و ترکمنستان داره این دو کشور با همدیگه رایزنی کنن بشینن، و باید هم بشینیم. حضرت علی فرمود اضرب الرأی بالرأی یتولد منه الثواب، بشینین فکراتان با همدیگه بجنگانین تا به رای درست و حق برسین. خلاصه یک توجهی شد به بخش خصوصی که بخش خصوصی ما فعال بشه. چرا ثروتمندان ما، تجار ما از کشور برن بیرون به ترکیه سرمایه گذاری کنن، به دبی و مثلا اروپا و کشورهای همسایه؟ خب اینجا به سرمایه گذاری کنن، رایش اینه که دولت از این حمایت بکنن. این کار خوبیه، نقطه مهم است. نقطه مهمش اینه که در این حرکت در بخش خصوصی به زنها اجازه دادن. معلومه یک حرکت مثبت است. ما همونطوری که در بخش تجارت به این نتیجه رسیدیم حضور زنها لازمه، در بخش دانش و تعلیم و آموزش هم ضرورته. ما باید تسلیم حق شویم. ما زمینه حضور افراد را و باورمند شدن افراد را باید در کشور آماده بکنیم. این حرکت حرکت قابل تمجید است و ما این گونه اندیشه ها را برای پیشرفت مملکتمان. نکته دوم غیر از سرمایه افغانستان که خب حالا یک تعداد رفتن، یک تعداد دیگه هم هستن، انشاءالله که اونا باورشان عوض بشه بیاین کشور. ما کشور رو باید بسازیم. من در یکی از صحبت‌ها بعد از مسافرت عرض کردم رنج ما را دنیا براش ارزش قائل نیست. اگر رای حل
بیرون رفته از رنج پیدا کردیم به او توجه میکنن. شما دیدین 150 و چند روز مردم غزه و فلسطین گرفتار، دنیا هیچ کار نکرد براشون. باید راه حل پیدا بکنیم. ما باید غیر از مسئله امکانات، چقدر منابع داریم، چقدر سنگ داریم، چقدر خلاصه زغال داریم، چقدر گاز داریم، اینا باشه. افغانستان موقعیت ویژه داره. خود این آدرس، خود این جغرافیا، خود این سرزمین، شرق و غرب و شمال و جنوبش یک موقعیت ویژه داره. اگر تدبیر و مدیریت کلان و جامعه باشه، خود موقعیت ما را به زودترین سالها میتونه به یک قطب عظیم قدرت و اقتصاد برسانه. ببینین از شرق و جنوب شرق با کشورهای توسعه یافته مثل چین، پاکستان، زمینه ترانزیت تجاری و اقتصادی هم از زمین داره هم از هوا داره. خب این موقعیت است. از شمال با کشورهای آسیای میانه، روسیه، ترکیه زمینه تجارت داریم. از مسیر زمین و هوا. از غرب با ایران، دیگر کشورهای خلاصه حوزه تجاری. افغانستان یک نقطه وصل است. این موقعیت هیچ کشور در بین کشورها نداره. باید بزرگان ما زمینه ارتباط با دنیا را فراهم کنن. ما تا کی مهاجر باشیم؟ خب من در این سفر خیلی تلخی های مهاجرت می دیدم. ما باید این مملکت مادر ماست. اینجا مسئله مذهب و خون و نجات مطرح نیست. ما فرزندان یک مادر به نام افغانستانیم. زخمی مادر ما را می رنجانه. گرسنگی، بیکاری، ناامیدی فرزندان این مادر قلب ما را جریحه دار کرده و ما برای آبادی و سلامت این مادر و فرزندان این مادر از هر اندیشه صائب حمایت میکنیم. آخرین عرضم زیارتی که نصیبم شد، حدود 36 روز سفر به طول کشید از زیارتگاه‌های که خدا نصیبم کرد. خاطرات دارم. اولین جمعه‌ای که کربلا مشرف بودم، صبح بعد از نماز حرم ابوالفضل العباس بودم. خدایا تو شاهد باش همه عزیزانم را یاد کردم، نه تنها شما. هیچ برادر مؤمن را و هیچ برادر هم عقیده را فراموش نکردم. یکی از ویژگی های زیارت این است که آدم به محضر امام معصوم سلام میکنه، همطوری که شما در نماز به پیغمبر سلام میکنین، السلام علیک ایها النبی. بعد میگی خدایا سلام دوستان مرا به محضر امام برسان. هر چی را به من عنایت میکنی به اونها عنایت کن. قلب انسان برای خدمت و برای اخلاص و ارادت به دیگران قوی میشود. همه جا دوستان یاد کردیم و یقین دارم شما هم در برنامه هاتان به یاد ما بودین. من تشکر میکنم از جوانان عزیز، از شما مردم. همه برنامه ها را خوب اجرا کردین. مراسم نیمه شعبان، ولادت آقای امام حسین، ولادت حضرت ابوالفضل سید الساجدین. من در کربلا در کنفرانس دعوت شده بودم که از طرف عتبه حسینیه برگزار شده بود، مهرجان و ربیع شهاده، کنفرانس بهار شهادت. 130-140 ملیت مسلمان و غیر مسلمان حضور داشتن. خیلی کوتاه به من اجازه صحبت دادن. اونجا از ملت افغانستان گفتم، از وحدت افغانستان گفتم. در حرم آقای امام حسین این مجلس برگزار شد. جلسه در حرم امام حسین و جلسه در قاعه و سالون ابوالفضل العباس. اونجا از همدلی ها گفتم.
از حرمت مردم به عاشورا و به حسین گفتم. همه جمعیت متعجب شدن. گفتم عاشورای حسینی، محرم حسینی در افغانستان ما مثل قرآن تبدیل شده به دستگیره وحدت. زیارت ابی عبدالله عماره به وحدت نزدیک میکنه. بگذرم، امام صادق فرمود و کل الله به قبر الحسین علیه السلام 4000 ملکن شعسن غبرا. خداوند 4000 ملائکه ایره که غبار آلوده و خاکی هستن مسئول قبر آقای امام حسین کردن. یبکونه الی یوم القیامه. اونها برای حسین تا روز قیامت گریه میکنن. هر که حسین را زیارت بکند با معرفت، شیعوه حتی یبلغوه مأمنه. این ملائکه ها زائر قبر حسین تا منزلش مشاید. خدایا همه عزیزان را به این مسجد نورانی توفیق زیارت، زمینه زیارت عنایت بفرما. فرج مولا من صاحب از زمان برسان و عالمان و اندیشمندان و خادمان و آگاهان جامعه ما توفیق خدمت بیشتر و پاسبانی و حراست از باورها و عزت و اقتدارمان عنایت بفرما. خدایا مسئولین، خادمین با اخلاص، حافظان مرزها و پاسبانان عزت و امنیت ما را توفیق روز افزون مرحمت بفرما. خواهران و برادرانی که با حضورشان نماز جمعه این سنگر بیداری، سرفرازی و عزت را حمایت میکنن، عزت دنیا و آخرت، عنایت فرما. فرج آقا و مولامان معجل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.